بیندگان عزیز سلام تقدیم می‌دارم. این قسمت دوم ویدیوی کمردردی است که بر شما تقدیم می‌کنم. در قسمت اول درباره کلاسیفیکیشن یا کاتگوری کمردردی ها، کمردردی های معمولی و کمردردی های وخیم براتون صحبت کردم. حال بیدامی ازمو درباره اعراض کمردردی ها براتون صحبت می‌کنم. خب کسی که به لبه کمردردی یا مریضی که در لبه کمردردی می آید زیادتر از شقی کمر یا شقی عضلات که هیچ حرکت کرده نمی تونه و با هر حرکتی که می کنه درد می داشته باشه شکایت می کنه که درد نمیش فرق می کنه، می تونه یک درد کند یا درد پین باشه یا یک شوتینگ پین باشه که بتونه در درد بره در کمر و همچنان در بجلک پا یا پشت پای نظر به سیر عصب در کجا بره و یا یک استابینگ پین می باشه که یک درد مثل کارد مانن مریض شکایت می کنه. خب بعضا مریض میگه که من هیچ وقتی که را میرم نخوده به عقب نشوی نبه بغل به هیچ حالت من نمیتونم خوده شور بتم و اگر من شور بتم بسیار درد شدید می باشه. همچنان دکتر باید در تاریخ چند درباره اعراض نیورولوژی از مریض پرسان کنه، یعنی از ویکنس پرسان کنه، از نمنس یا تنگلینگ یا بی سی که در کجا پیدا شده باشه یا در سرین یا در انگشت خرد یا کلان یا در قف پای پیدا شده باشه از مریض پرسان کنه و یا همچنان در تاریخچه از مریض پرسان کنه که تاریخچه افتادن نداره قبلا و یا ای که کدام چیز گرنگ نور داشته و یا از تاریخچه التهابای مفصلی خصوصا انکیلوزین اسپاندیلوز از مریض پرسان شود و یا ای که یک کاندیشنل بکی که باشه از مریض میتونه مریض اسکلیوزیس داشته باشه که بعضا در خانما که خوزن در افغانستان رواج از بوته بلند یه هم سبب کمردردی میشه که یک حالت پای وقتی که حالت فلت مانده نمیشه خود یک کمردردی در اکثر خانما پیدا میشه. همچنان پرگنانسی چاقی گفتیم سبب کمردردی میشه. خب وقتی که از مریض در تاریخچه پرسان میکنیم از دردش پرسان میکنیم که چی نوع درد داره و دردش یک اسکل یا اندازه میدیم از یک تا ده که یک کمترین درد است و ده زیادترین درد است و صفر هیچ درد نیست. که نظر به اندازه دردش میتونیم ما مقدار انالژیسیک یا پنکلرم گاهی که ما توصیه میکنیم بر مریض بتیم. خب دمیجه در قسمت اعراض شما برتان گفتم یک کمک درباره معاینه فیزیکی کمردردی برتان میگم به خاطر که همیشه مهم است وقتی که مریض پیش دکتر میایه باید یک مکمل معاینه فیزیکی به خاطر کمردردی بکنه و مریض باید در حالت از مریض اجازه گرفته شود و مریض کمرش باید لباسش یا گونش کشیده شود به اجازه خود مریض و مریض را بره و دکتر تفتیش کنه که چه قسم مریض کمرش کرواچور داره و یا پوستچرش چه قسم است، را رفتنش چه قسم است و وقتی که جست میکنه یا پلپیشن میکنه وقتی که با دو طرف ستون فقرات جست میکنه باید جست کنه به خاطر که مسئله سپاس داره یا تندرنس داره اگر داره در کدام قسمت است که جایش تعیین کنه میتونه رنج آف موشن یا حرکات مریض معلوم کنه و که مریض به پیشوی خود خم کده میتونه در فلکشن کده میتونه در پشت اکستنشن کده میتونه یا لترال روتیشن کده دور خود داده میتونه یا در بغل خود خم کده میتونه که چقدر همی حرکاتش محدود شده و همچنان سی تست مشهور است برای کمردردی ها در معاینه فیزیکی یکی استریت لگ ریز تست و کراست استریت لگ تست و فیمورال استرچ تست است که سی تست هم باید شد و معاینه رفلکس هم باید در معاینه فیزیکی کمردردی شامل شد. خب حالا درباره تست و دیاگنوز کمردردی ها برتان واضح می سازم. وقتی که کمردردی جدی نباشه و حاد باشه حتی اکسری پلین هم لازم نیست اما می تانیم ما اکسری پلین بتیم زیاد چیز نشان داده نمی تانه اما کمردردی ها پیش رفته باشه و حالت بخیل تر باشه یا حالت نیورولوژی باشه ما می تانیم سی تی سکن یا MRI بتیم. بلد تست که می کنیم یک CBC کامپلیت می کنیم بخواهیم که
که زیادتر انفکشن هم رول اوت کنیم که یک حالت جدی کمردردیست به خاطر که قبلا گفتیم به خاطر آیوی درک ابیوز و بعض سورس های دیگه انفکشن هم وجود داره. ما میخواییم انفکشن رول اوت کنیم از خاطر بلد تست میکنیم همچنان به خاطر ارترایت ها یا انکلوزینگ سپاندلوزیس هم میتونیم که بلد تست کنیم. خب یک معاینه مهم از تست های کمری است که نرف استادی یا الکترومایوگرافی یا EMG است که این معاینه را ما میکنیم به خاطر که نرف کامپریشن یا یک دیسک هرنیشن ما معلوم کنیم یا کدام سپاینال استنوزیس باشه ما او را معلوم کرده میتونیم. اگر این معاینه EMG مثبت بود کانفرم میکنه یا تصدیق میکنه که یا سپاینال استنوزیس است یا دیسک هرنیشن است. خب دایت چطور است که امی دایت تست امی در تست نرو استادی امی الکتریکال امپالس که توسط مسل توسط نرو تولید میشه و ما میبینیم که در مسل میایه و این ماینه را میجر میکنیم. خب در جمله تداوی و دوایی خود یا منیجمنت به صورت عمومی باقی بازم میگم که به صورت هات باشه یا کمتر از 4 هفته یا 6 هفته باشه یک مسل استرینس عموما باقی کا عمیق و می خاطر می باشه به خاطر تقلص عضلی می باشه زود از بین میره عوارضش عواقبش بسیار خوب است و تداویش تنها یک استراحت بسیار کوتاه مدت در ظرف 2-3 روز که مریض تشویق میکنیم زودتر از جای خود بلند شوه و حرکت کنه و فعالیت های خود محدود نکنه که تقلص عضلیش زیادتر نشه و یک کولد کامپریشن یا هات کامپریشن بر مریض میتیم و حرکت که میکنه به اندازه حرکت کنه که تحمل اما قدر حرکت داشته باشه. خب واضح است که اگر کدام امرجنسی سرجری یا امرجنسی تحقیق باشه و لوی علایده است. خب مدیکیشنی که برای مریض بکیک ما میتیم تنام لستش نام میگیریم یکی اوور دی کانتر مدیکیشن میتونیم انسید که امراضی بسیار باید ما احتیاط کنیم به خاطر که ساید افکت ها زیاد داره بهتر از خود دکتر توصیه کنم میشه که برای مریض پپتیکال سر یا فشار خون بلند یا بعض مریضی های دیگه توصیه نکنه که مثالش ایبوپروفن ادول موترن یا نپرکسان است. خب مثلا ریلاکسان باز هم ساید افکت هایی داره مثل دیزی میکنه و سلیپی میکنه و بعض تاپیکال پن ریلیف کریم برای مریض کمردردی میتن نارکوتیک کودین و هایدروکودین میتن امرای تایلانول اما باید یا استامینافین باید با احتیاط داده شد و مدت زیاد داده نشد به خاطر که این ادیکشن داره. بعضا آنتی دپرسان اگر کرونیک پین شد و باکیک با مریض میتن که نو آنتی دپرسان که با درد فایده میکنه ترایسیکلیک آنتی دپرسان و مثالش امیتریپتلین است که این بسیار با دردا زیادتر فایده میکنه. خب مرحله آخر اگر تداوی کمردردی ها با این همه میجرهایی که گرفتیم موفق نبودیم و ناکام شدیم و هنوز هم مریض شکایت داره و کمردرد است و 6 ماه زیاد دوام داره و بعض فعالیت هایش از بین برده مرحله آخرش انجکشن است که انجکشن کورتیزون است و کورتیزون چطور تاثیر میکنه که یکی با وقتی که در اون جای پیچکاری میشه و در جایی که پیچکاری میشه در دور spinal cord space یا در epidural space cortisone inject میشه و تاثیرش یکی تاثیر ضد التهابی داره یا آنتی انفلاماتوری داره و دیگه تاثیر بیس کنندام داره که نمبین در مدیکیشن است. بعضی ها امراجانی انستیتیک بلاک هم میتن و بعضی ها نمیتن و شاید تاثیرش تا 3 ماه تا 6 ماه بانه و ماینه افتومه که بخاطر تداوی های کمردردی برتون میگم اکسرسایز است و فیزیکال تراپی است که فیزیکال تراپی تقریبا کارنر استون یا مقتی اصلی تداوی های کمردردی است که فیزیوتراپیست توصیه میکنه و مریض ایجوکیت میکنه در باره که کدام اکسرسایز های لایت یا سبکه بکنه کدام استرچنگ اکسرسایز ها را بکنه در از شقی های عضلات خلاص شود و یا ای که بعضا هیت التراساوند میتر بعضا الکتریکال استیمولیشن دارند بعض ماینات مخصوص
فیزیوتراپی تداوی مخصوص فیزیوتراپی دارن و همچنان بعض اکسرسایز هایی که خود شکم یا ابدومن عضلات قوی تر کنن و فلکسیبیلیتی یا همی خود کچ کردن که مریض کمر درد بسیار شخ می باشه زیادتر کنه، فیزیوتراپیست کلش ایجوکیت می کنه و به مریض می ده. خب بینیدگان عزیز، پروگرام سی ما درباره باقی قسمت دومش به پایان رسید. خداوند یکتا و مهربان یار و مددگار شما باشد. خداحافظ، خوش باشید انشاءالله.